مشکلاتی که بالای بنی اسرائیل آمد، بالای یهود و نصارا آمد، به خاطر همین سختگیریاشون بود. الله سبحانه و تعالی میگه که مثلا به قوم بنی اسرائیل به اونا میگه که گاوی رو شما بیاید چیکار بکنید؟ قربانی بکنید. الله امر کرده یه گاوی رو بیاید، در سوره بقره داستان مفصل، این سوره به خاطر همین گاو به اسم سوره بقره است. و اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا امر میکنه که شما یک گاوی رو چیکار بکنید؟ قربانی بکنید. یهود اومدن سختگیری کردن مثل بعضی از مسلمان های امروزی. اگر همون موقعی که گفته بود که بیاید یک گاوی رو قربانی بکنید، اینا میرفتن یک گاوی رو میآوردن قربانی میکردن، قصه تمام شده بود. اما اینا چیکار کردن؟ اینا گفتن که اول گفتن که قالو اتتخذنا هزوا، تو داری ما رو مسخره میکنی، بیم گاو قربانی بکنیم. بعد از اون شروع کردن قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، این گاو چطوری است. اگر ان دفعه اول می اومدن گاو رو قربانی میکردن، دچار این سختی و مشکلات نمی شدن. این گاو چطوری است، برو گاو رو قربانی بکن، چی کار داری که چطوری است، گاوی رو بگیر قربانی بکن. خداوند گفت خب باشه، حالا که شما دارید دنبال بهانه میگردید، الله سبحانه و تعالی اومد برای اینا چیکار کرد؟ دیگه در تفاسیر صفات این گاو وارد شد. قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. بعد از اون گفت که این خدا میفرماید که این گاوی است که نه پیر است نه جوان است، میان سال است، بین این دو تاست. الان دیگه برید دنبال این گاو بگردید. رفتن، خلاصه دیدن که با این صفات گاوهای زیادی وجود دارد. اگر همونجا میرفتن یکیشو میآوردن قربانی میکردن، قصه تمام شده بود. اما نه، رفتن گفتن بابا ما رفتیم با این صفاتی که شما میگی گاوای زیادی وجود دارد، یکی بیشتر به ما توضیح بدی. قالوا ربك يبين لنا ما لونها، رنگش چطوری باشد. اونجا الله سبحانه تعالی نگفته بود که رنگ گاو چطوری باشد، سیاه، سفید، سرخ، هر رنگی که باشد. میرفتن اگر گاوی رو قربانی میکردن، دچار مشکلات نمیشدن. حالا من گفت باشه، حالا به شما میگم رنگش چطوریه. قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الله سبحانه و تعالی فرمود که الان که اینطوری از این گاو، گاو زرد رنگی است، رنگش هم زرد پررنگ است که وقتی که به طرفش نگاه میکنید انسان شاد میشه، چهره انسان باز میشه. حالا برید بگردید. خلاصه اینا به قول معروف پدرشان در آمد تا رفتن این گاو رو پیدا کردن. و عده‌ای از یهود هنوزم اعتقاد دارن که، ببینید چند سال گذشته، هنوزم اعتقاد دارن، بیش از 2000 سال گذشته از این واقعه، اما هنوز هم اعتقاد دارن که تا هنوز بنی اسرائیل این گاو رو پیدا نکردن و تا هنوز این گاو رو ذبح نکردن، دارن میگردن دنبالش. حدود 5-6 سال پیش بود که من در جای خبری رو دیدم که میگن که یهود ادعا کردن که ما گوساله‌ای با این صفات پیدا کردیم. هنوز هم دارن دنبالش میگردن ها. گروهی البته به این معتقد هستن که پیدا کردن و ذبحش کردن، هم گروهی از یهود تا هنوز هم دارن دنبال همون گوساله‌ای که میان سال باشه، نه پیر باشه، نه جوان باشه، در حد وسط باشه، رنگش زرد پررنگ باشه، تسر الناظرین باشه، دارن دنبالش میگردن. تا قیامت هم پیدا نمیکنن. شما هر چقدر که به الله در امور دین، در امور شرعی سخت بگیرید، الله به شما سخت میگیره. و به هر اندازه که آسانگیر باشید، الله سبحانه و تعالی آسان میگیره به شما. پس بزرگترین درسی که ما از این آیه مبارک میگیریم که الله سبحانه و تعالی میفرماید که یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه و تعالی برای شما آسانی میخواهد، برای شما راحتی میخواهد، نمیخواهد که شما سختی بکشید، زجر بکشید.